فقط خبرها. از نیوزلند تا کالیفرنیا، بازگشت گام به گام به زندگی عادی. فروشگاه های اتریش جمعه باز می شود. دعوای دو قدرت بزرگ دنیا بر سر مبارزه با کرونا. آمریکا و چین یکدیگر را به کمکاری و دروغگویی متهم می کنند. زنان معلول افغان آسیب پذیرتر از بقیه در برابر کرونا. دیدبان حقوق بشر می گوید آنها قربانی تبعیض و آزار هم می شود. روزگار قرنطینه، سکوت و ویدئوهای شخصی. جهان هنر دوران کرونا را چگونه به یاد خواهد آورد؟ سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران مدیر هماهنگی ستاد کرونا میگوید تا به حال بیش از 100 نفر از کادر پزشکی و پرستاری در مقابله با این بیماری جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت اعلام کرده در شبانه روز گذشته بیش از 1000 نفر به شمار مبتلایان اضافه شده و 71 نفر هم جان باختند. همزمان تنش بین چین و آمریکا بر سر نحوه عملکرد دو کشور در مقابله با کرونا بالا گرفته، اما نیوزیلند، یکی از کشورهای موفق در کنترل کرونا، شروع به کاهش تدریجی محدودیت‌ها کرده. باران عباسی گذشت بودند. لحظه‌ای که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند. نیوزیلند، اولین روز بازگشت به کار بعد از هفته‌ها قرنطینه. اولین قدم‌ها به سوی زندگی که پیش از شیوع کرونا می‌شناخت. کشوری که با اعمال محدودیت‌های بسیار سخت به یکی از موفق‌ترین‌ها در کنترل این بیماری تبدیل شد، با تنها 1100 مبتلا و 19 جان باخته. حالا مدرسه‌ها و کسب و کارها با رعایت فاصله اجتماعی اجازه باز شدن دارند، اما گرد همایی‌های بزرگ همچنان ممنوع است. هیچ کس نمیخواد یه موج دوم بیماری به نیوزیلند برگرده. بنابراین ما با احتیاط سطح هشدار رو پایین میاریم تا مجبور نشیم به عقب برگردیم، چون این هم برای سلامت نیوزیلند و اقتصادش وحشتناک خواهد بود. در ایران شمار قربانیان همچنان رو به افزایش. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 1100 نفر مبتلای جدید شناسایی شده و 71 نفر هم جان باختند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به حدود 92600 نفر رسیده و نزدیک به 5900 نفر هم جان خود را از دست دادند. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس گفته تعداد واقعی افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت است. در بریتانیا یک دقیقه سکوت به یاد کسانی که در راه مقابله با کرونا جان باختند. ادای احترام نخست وزیر در دومین روز کاریش بعد از بهبودی از کرونا. کارمندان شاغل در حوزه‌های کلیدی که با وجود ادامه قرنطینه مجبور به حضور در محل کارند. و کارکنان بخش درمان که همکارانشان را از دست دادند. قربانیانی که بر اساس تحقیقات بی بی سی به 114 نفر می‌رسند. آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا اولین کنفرانس خبری دونالد ترامپ بعد از وقفه ای 2 روزه. همچنان زیر سایه سخنان او درباره احتمال تزریق مواد ضد عفونی کننده به بدن برای از بین بردن ویروس. بعد از صحبت‌های شما میزان سوء استفاده از مواد ضد عفونی کننده افزایش پیدا کرده. میدونم شما گفتید شوخی کردید. نمیدونم چرا. شما مسئولیتشو قبول میکنید؟ نه، من نمیدونم دلیلشو. و انتقاد از عملکرد چین در کنترل بیماری و اشاره ضمنی که شاید واشنگتن از پکن غرامت بخواهد. ما داریم تحقیقات خیلی جدی انجام میدیم. ما از چین راضی نیستیم. از کل این وضعیت ناراضی هستیم. چون به نظر ما میشد جلوی ویروس رو در منشأش گرفت. میشد سریع جلوش رو گرفت تا به کل دنیا سرایت نکنه. سخنانی که واکنش چین را به دنبال داشته. سیاستمداران آمریکایی بارها حقیقت را نادیده گرفته و در روز روشن دروغ گفتند. تنها هدفشان این است که مسئولیت را از سر خود باز کنند و عملکرد ضعیفشان را در جلوگیری از بیماری و کنترل آن به دوش دیگران بیاندازند و افکار عمومی را منحرف کنند.
آمریکا با 56 هزار جان باخته بیشترین آسیب را از کرونا دیده. اما محدودیت‌ها کم کم رو به کاهش و کسب و کارها در حال باز شدنند. سواحل کالیفرنیا بی‌شباهت به چهره دنیا در دوران کرونا و نگرانی از اینکه موج دیگری از این بیماری شاید در راه باشد. باران عباسی، بی بی سی. همونطور که در گزارش باران هم دیدیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چین رو حالا متهم به اهمال کاری کرده و گفته که اونها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نقش اساسی بازی نکردن. پیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم چین رو به پنهانکاری و ارائه اطلاعات و آمار نادرست متهم کرده بود. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما هست. خشایار، چرا آقای ترامپ و همینطور کلن دولت او، دولت مردان او، این خط رو دنبال میکنند و با وجود اینکه چین پاسخ داده و اونها رو متهم میکنه به دروغگویی، ولی همچنان آقای ترامپ اصرار بر این داره که چین درست عمل نکرده؟ این بار اول نیست البته که آقای ترامپ داره چین رو متهم میکنه و ازش انتقاد میکنه. قبلا هم این کار انجام شده. منتها در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که انتقادهای دولت آمریکا از عملکرد چین در رابطه با همه‌گیری ویروس کرونا جدید رو به افزایش است. آقای ترامپ در کنفرانس خبری که دیروز در کاخ سفید داشت، در پاسخ به سوال یک خبرنگاری که از او در مورد ادعای غرامت 165 میلیارد دلاری که آلمانی‌ها گفتند چین باید به این کشور به خاطر خسارت‌های این همه‌گیری بپردازه صحبت می‌کرد، او در پاسخ گفت که آلمانی‌ها این مسئله رو بررسی میکنن، ما هم بررسی میکنیم، ما هنوز رقمی نداریم، رقم ما بزرگتر از این خواهد بود. گفت راه‌های زیادی برای پاسخگو کردن چین وجود داره و گفت که آمریکا تحقیقات بسیار جدی رو در این رابطه آغاز کرده. قبل از سخنان آقای ترامپ هم پیتر ناوارا که مشاور اقتصادی کاخ سفید هست، در صحبت‌هایی از این به این نکته اشاره کرده بود که چینی‌ها کیت‌های تشخیص ویروس کرونا که به آمریکا می‌فرستند یا تقلبی هستند یا کیفیتشون عمدتاً پایین هست و انتقادها از چین رو به این سمت و سو داشت هدایت می‌کرد که چینی‌ها به عمد شاید دارن این کیت‌های تشخیصی غلط و مشکل‌دار رو به آمریکا می‌فرستند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیشتر صحبت از این کرده بود که چینی‌ها به عمد اطلاع رسانی غلط و نادرستی انجام دادن در رابطه با همه‌گیری ویروس کرونا در کشور خودشون و با آمار و اطلاعات غلطی که دادن بقیه دنیا رو دچار مشکل کردند. چینی‌ها صحبت از این دارن می‌کنن در پاسخ که آمریکایی‌ها سیاسی کاری می‌کنند، آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن که اذهان عمومی رو منحرف کنن از آنچه در این کشور داره اتفاق می‌افته و سخنگوی وزارت خارجه این کشور ادعا کرد که چین در مقابله با ویروس کرونا و همه‌گیری اون از آمریکا موفق تر عمل کرده. من به این نکته هم اشاره میکنم که در روزهای گذشته نشریه پولیتیکو و روزنامه نیویورک تایمز گزارشی رو منتشر کردن مبنی بر این که حزب جمهوری خواه در یک یادداشت 57 صفحه‌ای که برای سیاستمداران و اعضای این حزب در کنگره فرستاده، ازشون خواسته که در آستانه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی که دارن انجام میدن به طور مکرر به این اشاره کنن که چینی ها مقصر بودن، اونها زمانی که میتونستن اطلاع رسانی درست کنن و دنیا رو کمک کنن که مانع از گسترش این ویروس بشه به موقع عمل نکردن. منتقدان حزب جمهوری خواه دارن میگن این هدف این هست که افکار عمومی رو از اینکه از انتقادهایی که به دولت ترامپ میشه در رابطه با مقابله با همگیری این ویروس یک مقدار منحرف کنن و بیشتر متوجه چین کنن. ممنون از خشایار. خشایار جنیدی همکارم از واشنگتن. در دو روز گذشته آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان افزایش قابل توجهی داشته. امروز هم وزارت صحت گفته با 125 مورد جدید شمار بیماران کووید 19 به 1828 نفر رسیده. در همین حال هزاران مهاجر افغان هنوز در حال برگشت از کشورهای همسایه به افغانستان هستند. امروز خبر رسید که شیوع کرونا حالا در زندان‌های افغانستان رو به افزایش گذاشته. اداره تنظیم امور زندان‌ها در افغانستان می‌گوید آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد 46 زندانی به کرونا مبتلا شدند. رئیس جمهوری افغانستان طی دو هفته اخیر فرمان آزادی هزاران زندانی را صادر کرده.
از مدت چند روز تست زندانی آغاز شده. تا کنون نتایج ابتدایی 46 تن زندانی که توسط تست سری یا رپید تست انجام شده مثبت بوده، که شامل یک زندانی از بخش اوناسی است، 7 زندانی از مبعث خاص مواد مخدر است و بقیه مربوط مبعث مرکزی میشن. سمپل های این زندانی ها به منظور تثبیت 100% توسط تیم موظف وزارت محترم صحت عامه گرفته شده و نتایج نهایی تستشان به زودی انشالله همگانی میشه. فراد پایانی بود، سخنگوی امور زندان ها در افغانستان. اما چند خبر کوتاه. چند دیپلمات عضو شورای امنیت سازمان ملل به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند شانس آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل بسیار کم است. یک دیپلمات هم گفته این طرح به محض ارائه شکست خواهد خورد. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق هسته‌ای یا برجام تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران 6 ماه دیگر تمام می‌شود، اما گزارش شده که آمریکا می‌خواهد این تحریم به مدت نامحدود تمدید شود. برای تصویب پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت تایید حداقل 9 کشور عضو شورا لازم است و هیچ کدام از اعضای دائمی از جمله روسیه و چین نباید آن را وتو کنند. در ایران بعد از یک دهه خشکسالی حجم آب دریاچه ارومیه به بیشترین حد رسیده. مدیر سنجش از دور سازمان فضایی ایران گفته بارندگی‌های امسال همچنین باعث شده تالاب‌های کشور که تقریباً خشک شده بود دوباره پر آب شود. به گفته او بارندگی‌های امسال برخلاف پارسال که تبدیل به سیل شد در مخازن پشت سدها جمع‌آوری و مهار شده. رئیس جمهوری ایران از دستگاه‌های دولتی خواسته تا همه اموال و املاک مازادشان را بفروشند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفته با توجه به نیاز به ارز برای وارد کردن کالاهای اساسی به خصوص دارو، پول لازم باید با استفاده از فروش اموال اضافی تأمین شود. دیشب معترضان در 3 شهر لبنان با ارتش درگیر شدند که در نتیجه آن یک معترض کشته شد. ارتش اعلام کرده که 28 نفر از نیروهایش از جمله 6 افسر زخمی شدند و از معترضان مواد منفجره، مهمات جنگی و مواد مخدر به دست آمده. معترضان همچنین به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و چند بانک را آتش زدند. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. این وضعیت دیشب شهر ترابلوس، دومین شهر بزرگ لبنان، واقع در شمال این کشور است. آخرین بار که این شهر چون این میدان جنگ شده بود 7-8 سال پیش بود که اکثریت سنی با اقلیت علوی شهر بر سر بشار اسد می جنگیدند. اما حالا دعوا بر سر این نیست که حق با بشار اسد است یا مخالفانش. دعوا سر پول است. به مدت 25 سال هر 1500 لیره لبنانی معادل 1 دلار بود. حالا به یک بار دلار شده 4000 لیره. اليوم باتت هذه ال 100 دلار تساوي 400000 ليره لبنانيه. آن هم در کشوری که همه چیزش وارداتی است. بهای همه چیزش را ارزش دلار تعیین می‌کند. همه کالاها گران شده. اما درآمدها پایین مانده. کرونا و قرنطینه هم که قوز بالا قوز. نتیجه همان اتفاق همیشگی در لبنان. جمعیت خشمگین به خیابان‌ها ریختند، راه‌ها را بستند، لاستیک آتش زدند، سنگ پرتاب کردند، ارتش مداخله کرد، درگیر شدند و زد و خورد و زخمی و کشته. اما مقصر کیست؟ نخست وزیر این مرد را مقصر می‌داند. ریاض سلامه 27 سال است رئیس بانک مرکزی لبنان است. افتخارش همیشه این بوده که در تمام این سالها با همه بحران‌ها و جنگ‌ها و بالا و پایین‌های لبنان پرآشوب ارزش پول ملی را ثابت نگه داشته. اما حالا مخالفانش می‌گویند او تمام این سالها آشغال‌ها را به زیر فرش جارو می‌کرده، خانه‌ای کاغذی ساخته که یکهو فرو ریخته. نخست وزیر ریاض سلامه را مقصر می‌داند، ولی می‌گوید او باید سر کارش بماند و گندی را که بالا آورده درست کند. اما چه کار می‌توان کرد؟ دولت برنامه مبارزه با فساد در پیش گرفته. از همه صاحبان قدرت در کشور خواسته حساب‌هایشان را رو کنند. پولی هم که مردم می‌توانند از آبربانک بکشند محدود شده تا صندوق بانک‌ها خالی نشود.
اما این کارها هم خشم مردم را بیشتر کرده، هم صاحبان قدرت را. مرتضی فرهمند، BBC. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان و دختران معلول در افغانستان بیشتر از دیگران در برابر ابتلا به ویروس کرونا آسیب پذیرند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود همچنین گفته زنان و دخترانی که معلولیت دارند با موانع جدی از جمله تبعیض و آزار جنسی در هنگام دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی روبرو میشوند. علی حسینی از کابل گزارش میده. دایره مشکلات دختران و زنان معلول در افغانستان بزرگ است و موانع در برابر آنها روزانه. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر آمده، همه افغانهایی که معلول هستند در دریافت خدمات دولتی با تبعیض روبرو هستند. زنان و دختران معلول اما قربانیان نامرئی هستند. دیدبان حقوق بشر گفته همگیری ویروس کرونا مشکلات را برای معلولان بیشتر کرده و برای زنان و دختران معلول بیشتر از دیگران، به ویژه آنهایی که در مناطق روستایی و دور از خدمات صحی زندگی می‌کنند. در گزارش این سازمان آمده در برابر آموزش این قشر هم موانع جدی قرار دارد. گفته شده 80% دختران معلول به دلیل مشکلات مختلف به مکتب مدرسه نمی‌روند. دولت باید زمینه دسترسی به آموزش همشمول را فراهم کند. دیدبان حقوق بشر گفته برخی از زنان معلول که به ادارات دولتی مراجعه می کنند با آزار جنسی شماری از مسئولین روبرو می شوند. به دلیل حساسیت های اجتماعی عده اندکی از این زنان موضوع آزار جنسی مسئولین و مقام ها را گزارش می دهند. به گفته این سازمان، زنان و دختران معلول در افغانستان غالباً منزوی هستند و در جامعه و یا حتی خانواده تحقیر می شوند. برای یک زن زندگی کردن در افغانستان بسیار مشکل است. اما با معلولیت داشتن این دبل می کنند. آسان نیست. شاید مردا پذیرفته شوند. تا جایی که ما دیدیم پذیرفته میشه، اما زنا با معلولیت پذیرفته نمیشه. برای زن معلولیت واقعا یک عیب فکر میکنن، اما برای مرد معلولیت یک محدودیت فکر میکنن. این تفاوتایش است که من همیشه میبینم با یک مرد معلول چه قسم برخورد میشه و با یک زن معلول چه قسم برخورد میشه، بسیار متفاوت است و این شکننده است. نتیجه سالها جنگ در افغانستان بیش از 1 میلیون معلول است که حالا به گفته دیدبان حقوق بشر در مذاکرات صلح نادیده گرفته شدند. علی حسینی، BBC، کابل. بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما هست. خانم یعقوبی، در گزارش علی هم شنیدیم افغانستان اصولاً با معلولیت بیگانه نیست. 1 میلیون معلول در افغانستان زندگی میکنن، کشوری است که به هر حال جنگ زده هست و خود شما هم آنطور که ما در ایران میگیم روشندل هستید، نابینا هستید، این مسائل رو از نزدیک درک میکنید. چقدر واقعا چه مسائلی برای معلولان در افغانستان اتفاق میفته که اونها رو میتونه در برابر شیوع بیماری مثل کرونا آسیب پذیرتر بکنه؟ سلام بر شما و تمام دوستای عزیز بیننده. تشکر از اینکه وقت گذاشتین برای موضوع معلولیت در افغانستان. بله، متاسفانه معلولیت یکی از چالش هایی هست که در جامعه افغانستان بسیار زیاد وجود داره و مشکلات افراد دارای معلولیت هم مثل مشکلات سایر افراد خب زیاد هست. ولی همطوری که در گزارش شما بود و در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده، بعض وقتها این مشکلات برای سایر افراد ممکن است که نامرئی باشه. به خاطر ای که افراد دارای معلولیت در جامعه، به ویژه خانم‌ها و دخترای دارای معلولیت، از یک تبعیض و تعصب میتونیم بگویم دو وجهی یا چند وجهی ممکن است حتی رنج ببرن. وقتی که چند وجهی میگم، باز تعریف جدای برای خودش داره. مثلا تبعیض دو وجهی به این مفهوم که هم به لحاظ جنسیتشان که خانم هستن یا دختر هستن ممکن است با تبعیض مواجه باشن و هم به لحاظ وضعیتشون که داشتن معلولیت است. اما بحث بسیار مهم و اساسی است که همونطوری که شما میدانین در افغانستان به دلیل جنگ، ناامنی، به دلیل
بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی که وجود داره، ما حتی آمار دقیق از افراد دارای معلولیت را متاسفانه نداریم. همطور که در گزارش ها پخش شده و همه ما و شما می‌دانیم، هر روز جنگ، ناامنی، عدم آگاهی مردم از بهداشت، از وضعیت صحی، از بهداشت زمان بارداری، بهداشت طفل و حتی عدم اجرای بعضی از واکسین ها مثل واکسین پولیو از مردم در افغانستان قربانی میگیره و افراد دچار معلولیت میشن. ولی ما هنوز آمار دقیقی از افراد دارای معلولیت را نداریم و فعلا آماری که ما داریم آماری است که در سال 2005 به وسیله Human Rights International یا همون Handicap International گرفته شده که آره ما در سال 2020 قرار داریم و مطمئنا او آماری که ما داریم با این آماری که امروز ممکن است داشته باشیم بسیار زیاد متفاوت است. خانم یعقوبی، وقتی اشاره به تبعیض میکنید دقیقاً از چه صحبت میکنید؟ میتونید کمی مثال به ما بدید و بگید که چه اتفاقی میفته؟ بله دقیقاً، تبعیض در هر عرصه میتونه در هر جای وجود داشته باشه. ما در قوانین خود در افغانستان تبعیض برای خانم های دارای معلولیت نداریم که مثلا بگیم که اگر هر چیزی که برای بقیه خانم هاست برای خانم های دارای معلولیت هم هست. ما نمیتونیم بگیم که در قانون به این شکل و این شکل تبعیض روا داشته شده مثلا در بحث خانم ها، خانم های دارای معلولیت. اما یکی از موضوعاتی که بسیار مهم هست او این است که در افغانستان چون جامعه سنتی هست، ممکن است که ما از ابتدای خانواده وقتی یک دختر دارای معلولیت در یک خانواده به دنیا میآید، از همون ابتدای کار در پذیرشش از طرف خانواده دچار مشکل هست تا مثلا دریافت محبت همسان با سایر خواهر برادرایش، و بعد از او وقتی که قدم میگذاره به مکتب، به حلقه تعلیم، ممکن است که به لحاظ قانونی ما مشکل نداریم، باید تمامی اطفال در کنار هم بر اساس قانون تعلیمات فراگیر بشینن با هم دیگه درس بخونن، ولی او افراد دارای معلولیت و دختران دارای معلولیت در اینجا دچار مشکل هستن. بحث اساسی تره که در گزارش هم برش اشاره شده بحث دسترسی به امکانات هست و بحث خود دسترسی هست که متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد مشکل هست بر افراد دارای معلولیت. مثلا ما چه معلول فیزیکی، چه معلول حسی، چه متاسفانه معلولین ذهنی که وضعیتشان بسیار خرابتر هست در افغانستان و معلولیت های نامرئی متاسفانه برش هنوز آنچنان کاری صورت نگرفته. پس در هر قسمت ممکن است که دچار مشکل باشیم. برای از ترانسپورت شهری ای در دسترس نیست برای افراد دارای معلولیت. بیشتر مکانهای عمومی، مکانهای عامه برای افراد دارای معلولیت در دسترس نیست. ما یک گزارش را پخش کردیم کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت افراد دارای معلولیت که در او سه حق بشری افراد دارای معلولیت را مورد بررسی قرار داده بودیم که متاسفانه یکیش حق صحت بود، دسترسی به حق صحت که افراد دارای معلولیت به ویژه خانم های دارای معلولیت در دسترسی به حق صحت خودم دچار مشکل هستند و همونطوری که همه میدونن. ببخشید حرف شما رو قطع میکنم. در کشوری مثل افغانستان انتظار میره که قوانین خوبی وجود داشته باشه با توجه به اینکه تعداد معلولان خیلی زیاد هست که حمایت بکنه از معلولان، چقدر ارزیابیتون از عملکرد مقام‌های دولتی چه هست؟ قوانین خوبی است، قوانین حمایتی خوبی است. افغانستان به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هم ملحق شده، به میثاق مراکش ملحق شده، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را هم داریم. اما اساسی ترین بحث در همه قسمت‌ها در افغانستان و در بحث افراد دارای معلولیت تطبیق قوانین هست که در اینجا وقتی که ما بحث میکنیم از تطبیق قوانین دچار مشکل هستیم. مثلا در قانون ما داریم که 3% از کارمندان ادارات دولتی رو باید افراد دارای معلولیت تشکیل بدن، ولی ما هنوز هیچ اداره رو نداریم که اینمی قانون هم یک ماده قانونی که بحث اشتغال هست برای افراد دارای معلولیت اینا تطبیق کرده باشن. که خوشبختانه امسال کمیسیون محترم اصلاحات اداری با کمیسیون مستقل حقوق بشر یک طرز عمل را آماده کردن و کمیسیون اصلاحات اداری تصمیم گرفته که دیگر در امتحان‌های خودش همین 3% افراد برای که بر افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شدن متوجه باشه و در استخداما برای این موضوع کار بکنه که ما تا سایه دسامبر سال آینده بتونیم گزارش نسبتاً خوبی از وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت داشته باشیم. ممنونم از شما بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. زندگی در دوران کرونا رو در آینده چطور به یاد میاریم؟ آیا شی یا تصویر خاصی هست که این دوران عجیب رو به ما یادآوری کنه؟
بعضی از موزه ها در بریتانیا به این پرداختن که چه چیزی بهتر از بقیه عکس ها یا تصاویر میتونه در آینده دوران قرنطینه رو به یاد ما بیاره. برگردان گزارش رو ببینیم از دیوید زیتلف. Where have all the flowers gone? Long time passing. So this is a song that we did. این آهنگی که تقریبا همون اوایل شروع محدودیت ها ساختیم. ما خواننده های اپرا از ایتالیا و آمریکا داریم، اما همسایه هامون، رفیقامون و بچه هاشون هم در این قطعه حضور دارن. All mixed together. ویدیویی که در ابتدا قرار بود برای جمع‌آوری پول برای موسیقیدان‌هایی که شغلشان را از دست داده بودند ضبط شود، حالا برای مردم و آینده ضبط و ثبت خواهد شد که تمام آن برای آیندگان فیلم برداری شده. فیلم برداری در این دوران یه جورایی ورود مستقیم به داخل زندگی خصوصی آدم هاست. خستگی‌ها، عصبانیت‌ها، شادی‌ها و ناراحتی‌ها همگی ضبط شده. حالا جشنواره فیلم‌های بریتانیا می‌خواهد ویدیوهای بیشتری جمع‌آوری کند، مثل فیلم هنری ایدن که از سواحل خالی بلکپول در دوران قرنطینه گرفته شده. یکی از چیزهای عجیب سکوت مطلق بود. حتی موقع راه رفتن میتونستم صدای پامو بشنوم. همه چیز متفاوت دیده و شنیده می‌شد. تجربه حسی که داشتم کاملا خالص و عجیب بود. همه اتاق خوابها خاموش بود و وقتی که خورشید غروب میکرد کل شهر تاریک میشد. این حقیقت که میتونم صدای خوندن پرنده رو به این وضوح بشنوم یا چی در وسط خیابون قرار داره. سکوت و حتی عادتهای جدید مردم چیزهاییست که شاید یادمون بمونه. اما موضوع مهم برای موزه ها اینه که چطوری احساسات رو ضبط کنن، چطوری حال هوای این دوران رو ذخیره کنن. مثلا موزه خانه میخواهد بداند زندگی در منزل به چه شکلی در دوران قرنطینه تغییر کرده. این موزه عکس هم میخواهد. ما میخواهیم عکس هایی از زندگی مردم توی خونه هاشون داشته باشیم و اینکه قبل از عکس گرفتن خونه شون رو تمیز نکنن. ما دنبال نمونه اینستاگرامی از زندگی مردم نیستیم. ما نمای واقعی رو میخواهیم. حتی تصاویر زیبا از آسمان در شب میتواند به موزه داده شود، ولی حالا وقت آن است که ببینیم چطور میتوانیم این لحظات را در آینده به یاد بیاوریم. پیشنهادی اگر دارید حتما اون رو در اختیار موزه ها بذارید، برای اینکه خیلی مهمه که واقعا شاید 50-60 سال از امروز وقتی بگذره کرونا رو و این دوران رو چطور به یاد بیاریم. ممنون از همراهیتون. به پایان این بخش خبری رسیدیم.